الا ای قوم من جان محمد روح قرآنم. زبان حال ابی عبدالله زهر عاشورا تو صحرای کربلا ایستاد مقابل لشکر دشمن. الا ای قوم من جان محمد روح قرآنم، ولی الله اعظم مقتدای اهل ایمانم. شاید بعضی ها منو نشناسن، شاید بعضی ها ندونن مقابل کیم. پیمبر جد و بابم حیدر است و مادرم زهرا، برادر مجتبی خود میر و سالار شهیدانم. قدر عبدیست پا بستم، قضا تیغیست در دستم، فلک آواره کویم، ملک گهوار جنبانم. گر از توحید میگویید من خود روح توحیدم، گر از قرآن گواهارید من خود جان قرآنم، گر از قرآن گواهارید من خود جان قرآنم. خودش داره خودش رو معرفی میکنه. ذبیح الله و سار الله و عین الله و وجه الله، چراغ دین و کشتی نجات و بحر احسانم. من از شوق شهادت سینه پیش تیغ بکشودم، وگرنه نیست کس در کل خلقت مرد میدانم. اگر دریایی از لشکر شود این دشت موسایم، وگر این سرزمین از دیو پر گردد سلیمانم. این حرف مال امروز ها، روز عاشورا. خدای کعبه و پیغمبر او نیز میدانند که عاشوراست روز حج خون و عید قربانم. خدای کعبه و پیغمبر او نیز میداند که عاشوراست روز حج خون و عید قربانم. و فدیناه به ذبح عظیم، من ذبح عظیم دین خدا، من ذبح عظیم پیامبر خدا. من از روز ازل با خالق خود بستم عهدی، عجب عهدی، جانم فداد آقا جان. من از روز ازل با خالق خود بستم عهدی که ماند بی کفن در این بیابان جسم عریانم. اگر از این حرف مال ساعتهای دیگه است، اگر از سم اسبان بشکند هم سینه هم پشتم، به حق دوست هرگز نشکنم با دوست پیمانم. ای تیرها بیاید، ای شمشیرها بیاید، من با خدای خودم عهد بستم، عهد بستم، اهل و عیالم رو آوردم، خودم رو کشته در این راه ببینم، زن و بچم اسیر این راه بشن تا دین خدا بمانه. زنید از تیر و تیغ و نیزه و بیت عاشوراییه. میدونم اهل ناله هستید و
میدونم صدای ناله روز عاشورا با همه روزها فرق میکنه. امروز روز گریه است، روز بکاس، روز زجه زدنه. زنید از تیر و تیغ و نیزه و سنگ آنقدر زخمم که در گودال نشناسند اطفال پریشانم. آره آقا جان واقعا هم نشناختن. امروز سکینه خانم آمد تو گودال قتلگاه، مگه میشه دختر پدر رو نشناسه؟ بمیرم براد آقا جان. این دختر امروز سه تا سوال پرسیده، روزه من این باشه، روز عاشوراست، عاشورایی حقش رو ادا کنیم. سه تا سوال پرسیده این دختر سکینه بنت الحسین. سوال اول رو ساعت‌هایی بعد از داغ عمو عباسش عصر عاشورا همه منتظرن. یه مرتبه دیدن بابا دست به کمر با یه حالتی، هنوز بابا رو اینجوری ندیدن، شکسته، محاسن غرق خون، دست به کمر، رنگ از چهره پریده، کسی نتونست بره جلو. یه مرتبه خانم سکینه آمد مقابل پدر، یه سوال کرد، سوالشم این بود این عمی العباس، بابا عموم عباس کجاست؟ ابی عبدالله نتونست جواب این دختر رو با کلام بده. چه کرد؟ واقعا بعضی خبرها انقدر تلخه، انقدر سنگینه، تو جمله نمی گنجه. چه کرد ابی عبدالله؟ آمد عمود خیمه عمو رو به زمین زد. یعنی دیگه این لشگر عباس نداره، دو دست همه به سر زدن. این یه سوال این دختر بود. یه سوال دیگه، ساعتی بعد، اون ساعتی که امام زمان تو زیارت ناحیه که امروز باید خونده بشه، حقش ادا بشه، اون ساعتی که امام زمان روزشو خونده و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک قاصدن محمحمن باکیا، تا دیدن اسب بی صاحب بابا به سمت خیمه آمد. نمیدونم این ساعتها بوده، نمیدونم عصر عاشورا بوده، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاتمات، تو سر و صورت می زدن. الله اکبر. این دختر اومد دستای اسب و بغل کرد، شروع کرد با اسب پدر حرف زدن. یا جواد امی یه سوال کرده، سوال اول رو از پدرش پرسید این عمی العباس، سوال دوم رو از ذوالجناح پرسید، سوال کرد ای اسب پدرم ذوالجناح یه سوال ازت دارم. نمیدونم با این سوال دل اهل حرم چجوری لرزید. سوالو ببین، صدا زد ذوالجناح، وقتی بابامو میبردی میدان تشنه بود، لباش خوش بود، به من بگو بابامو سیراب کردن یا نه، کسی به بابام آب داد یا نه. بعضی از نقدها می دیدم انقدر این اسب سرش رو به زمین کوبید، از زلیمه از زلیمه، یعنی دختر بابا تو تشنه سر بریدن. یه سوال دیگم داره این خانم، ساعتی بعد، نمیدانم این لحظه ها چه گذشت به زینب، زنید از تیر و تیغ و نیزه و سنگان قدر زخمم که در گودال نشناسند اطفال پریشانم.
بگم این سوال سوم رو چی جوری پرسید، از کی پرسید؟ اومد تو گودال قتلگاه عصر عاشورا، نمیدانم غروب روز یازدهم نمیدونم، اما اومد تو گودال یه نگاه کردید عمش یه بدن بی سر و بغل گرفته، یه نگاه کردید بدن برهنه و عریان و پر از زخم. هر بدنی برای شناختن سر میخواد، صورت میخواد، اگه سر نباشه پیراهن باشه، از پیراهن تشخیص میدن این چه بدنیه که عمم بغل کرده. یه سوال کرد عمه هذا نعش من، این بدن کیه اینجوری به بغل گرفتی؟ نمیدونم، سوال اینجوری تلخ، جواب تلختر. آدم بخواد جوابی به دختر داغ دیده بده، خبر از داغ بده، مکس میکنه، مقدمه میچینه، اما بمیرم برا زینب. تا سکینه پرسید این بدن کیه، خانم صدا زد این بدن بابات حسینه، تا گفت این بدن بابات حسینه، خودشو انداخت رو بدن، فن کبت علی. چه صحنه‌ای نمیدانم، مدینه یه همچین صحنه اتفاق افتاد. وقتی بیبی دو عالم لحظات آخر تو خانه امیرالمؤمنین، همچی که امیرالمؤمنین فرمود هلم تزودوا من امکم، یتیمای فاطمه روز عاشورا دلا رفته مدینه، همچی که آمدن خودشو انداخت زینب رو بدن مادر، بچه ها رو بدن مادر، ندا رسید علی بچه ها رو بردار، عرش خدا طاقت نداره این صحنه رو ببینه. بگم یا صاحب الزمان، اون شب تو مدینه امیرالمؤمنین با نوازش یتیما رو جدا کرد، با نوازش زینب رو جدا کرد، اما کربلا مصیبتن ما اعظمها، چجوری سکینه رو جدا کردن امروز؟ بگم و اهل ناله ناله بزنن یا الله. نمیدونم عبارت عربی رو بگم، دلشو داری معنا کنم. اجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، یه عده جمع شدن با تازیانه و کعبه. آخ نمیگویم دهید آبم، ولی آنقدر میگویم که دیگر شعله گردیده نفس در کام عطشانم. گرفتم آب، مهر مادرم زهرا نمی باشد، اگر حتی مسلمانم نمیدانید مهمانم. کنار جسم فرزندم همه دیدید اشکم را، به جای گریه خندیدید بر چشمان گریانم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.